بسم الله الرحمن الرحیم. برای همه کسانی که علاقمند هستند و تصمیم دارند تا تحصیلات دوره‌های ماستری و دکترای خود در دانشگاه‌ها و نهادهای معتبری بین‌المللی پیش ببرند، موضوع به دست آوردن اسکولارشیپ و حمایت‌های مالی یک موضوع خیلی مهم است. بر مبنای تجارب شخصی و بررسی مسائل مرتبط، می‌خوام چند نکته را به عنوان مشوره‌های کاربردی و مفید با کسانی که می‌خواهند برای پیشبردی درس‌های دوره‌های ماستری و دکترای خودشان از دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط به دانشگاه‌ها اسکولارشیپ یا حمایت‌های مالی به دست بیارن شریک بسازم. بدون شک همون گونه‌ای که دانشجویان و پژوهشگران می‌خوان در دانشگاه‌های خوب و با به دست آوردن حمایت‌های مالی و یا اسکولارشیپ به هدف مشخص تحصیلی خودشان برسند که امان دستیافتن به سطوح بلند تحصیلی، بلند بردن سطح ظرفیت های علمی و تخصصی و ساختن هویت اکادمی که خودشان است، نهادها و دانشگاه هایی هم که اسکولارشیپ و هزینه های مالی را برای دانشجویان و پژوهشگران واجد شرایط فراهم میکنند، اونا هم دنبال اهداف مشخص خودشان هستند که امو یکجا شدن اهداف مشترک دانشجو یا پژوهشگر و دانشگاه یا نیاد تحصیلی باعث میشه که دانشجو اسکولارشیپ یا حمایت مالی را به دست بیاره و نیادم به اهداف مشخص خودش برسه که بر دو طرف مفید میباشه. بدون شک زمانی که دانشگاه ها یا نهادهای تحصیلی حاضر میشن قسم بخشی از امکانات و عواید خودشان هزینه بکنن به خاطر حمایت مالی دانشجویان و پژوهشگران متعلق به کشورهای متفاوت و در عرصه‌های متفاوت، چند هدف اساسی را دنبال میکنن. در قدم نخست پروفسورها، استادای رهنما، کسایی که رهنمایی میکنن دانشجویان یا پژوهشگران احتمالی را و دپارتمنت های نیاز کارهای مشخصی و یا پروژه های مشخصی دارن که به تنهایی انجامش برایشان مشکل نمی باشه و یا بخش مشکل می باشه و یا زمانگیر می باشه، به خاطر از اینکه اینا بتانن به گونه درست و به موقع امو پروژه های تحقیقی خود انجام بتن و یا کارهای خود انجام بتن، اینا چی میکنن؟ یک قسمتی از امو هزینه متعلق به پروژه را اختصاص بدن برای ارائه یا پیشکش نمودن اسکولارشیپ یا حمایت مالی با یک یا چند تن از پژوهشگران احتمالی در مقطع مشخص، که این گپ باعث میشه یا این موضوع کمک میکنه که هم دانشجو یا پژوهشگری که علاقمند به دست آوردن حمایت مالی برای پیشبرد تحصیل دوره ماستری یا دکترای خود است به هدف خود برسه و هم با استخدام پژوهشگری تحت حمایت مالی نیاد یا پروفسور یا هر کسی که پروژه را در اختیار داره و هم کار خود انجام بده. هدف دوم نیادهای تحصیلی، دپارتمنت ها و دانشگاه ها بلند بردن سطح دستاوردهای علمی و اکادمیک و بلند بردن سطح دستاوردها و مفاد مالی و اقتصادی است که از طریق انجام کارهای ناب و خاص مؤثرین و پژوهشگران در مقاطع ماستری و دکترا در کشورهایی که اقتصاد، صنعت، پیشرفت و ادارهشان متکی بر تحولات علمی و پیشرفت‌های علمی واقعی هستند، اینا از این طریق چی میکنن؟ امو دستاوردهای خود و منافع و امو منابع مالی خود رشد میتن و بدون شک زمانی که یک مقدار پول هزینه میکنن بالای دانشجو یا پژوهشگر، امو پیامد کارهای ناب یا دی از پژوهشگران باعث میشه که اینا به منافع و دستاوردهای بالای علمی و مالی و اقتصادی دست پیدا بکنن. و موضوع سوم و هدف سومی که دانشگاه ها دنبال میکنن، نهادها دنبال میکنن به خاطر فراهم ساختن اسکولارشیپ یا حمایت های مالی برای پژوهشگران یا دانشجویان، موضوع بلند بردن همو جایگاه دانشگاه ها و نهادهای آموزشی در ردبندی و رنکینگ بین المللی است که بدون شک همو فاکتورهایی که روی مسئله یا عواملی که روی مسئله تاثیرگذار است، نشر و پخش مقاله ها و ژورنال پیپرهای معیاری در ژورنال معتبر است و همچنین تعداد نقل قول یا سایتیشنی که از مقاله میشه توسط دیگران و همیشه کل تولید مفاهیم و مسائل جدید علمی و جذب
فارغین نیاد در نیادهای متفاوت در مارکت یا در بازار کار بین المللی است. زمانی که اینا یک مقدار پول اختصاص میتن و حمایت میکنن از دانشجویان و پژوهشگران واجد شرایط، بدون شک دانشجویان و پژوهشگران تلاش میکنن در اثر انجام تحقیقات خود در دورهای ماستری و دکترا اینا مقاله یا ژورنال پیپر را تهیه و نشر میکنن. تعداد بلند رفتن تعداد مقاله در پروسه ردبندی تاثیر جدی داره و به شکل وقتی که از این مقاله دیگران نقل قول میکنن همچنان تاثیر داره و وقتی که بدون شک مفاهیم تازه علمی تولید میشه این مسائل تاثیرگذار است روی هویت، ماهیت، اتوریته و جایگاه دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی و همچنین زمانی که افرادی که فارغ میشن از این دانشگاه متعلق به کشورها و جامعه‌های متفاوت میباشن وقتی که میرن و سایل کار میشن یا جذب میشن در بازار کار، این مسائل به دانشگاهی که پروسه را دنبال میکنه و معیاری هستن و در پروسه رنکینگ یا رده‌بندی و ارزیابی های جهانی دخیل هستن، این مسائل تمامش تاثیرگذار است. و همچنین یک سری مسائل مبتنی بر مفاهیم مسائل اخلاقی هم دانشگاه دنبال میکنیم که بعضی از اسکالرشیپ ها یا حمایت های مالی را فراهم میکنیم. بنابراین به خاطر از اینکه پژوهشگران و دانشجویان و افرادی که علاقه‌مند به پیشبرد درس های دوره ماستری و دکترای خودش با به دست آوردن اسکالرشیپ و یا حمایت های مالی هستند، اینا همیشه باید کوشش بکنن تا همو ویژگی های مشخص محیطی جغرافیایی و امو کاری نیادهایی را که قرار است با او درخواست بتن یا پروپوزال خود ارسال بکنن اینا بررسی بکنن. چرا؟ هر دانشگاه در هر کشوری که هست، هر کشور در یک موقعیت ویژه جغرافیایی که هست، آب و هوا، سطح تولیدات، نوع زندگی، اینا تمامش روی امو فاکتورها و کارها تاثیر داره. و گپ دوم بررسی پالیسی های مشخص کاری است که دانشجو یا پژوهشگر باید دانشگاهی دقیق مطابق با معرسه کاریش انتخاب بکنه و مرور بکنه اما بگراند و سابقه کاری پروفیسرها و استادای رهنمای احتمالی را و همچنین دپارتمنت را که با او قرار جذب شوند یا دانشکده و دانشگاه را و در یک با یک زینی باز پروپوزال خود را تهیه بکنن. و مهمترین نقطه ای که همیشه به ایمان امو چنگک گیرنده یا هاک که به انگلیسی میگن چنگک گیرنده اسکالرشیپ یا حمایت مالی یا جذب کننده توجه دیگران است، تولید و انکشاف یک نقطه زینی یا یک موضوع نو و ناب متعلق به زین خود دانشجو یا پژوهشگر است که باید به طرف ایرگو فهمانه که دارای یک آیدیه بسیار ناب و مشخص است، در صورت کسب حمایت های مالی میتونه ایر انکشاف بوده و بر مبنای انکشاف یزی میتونه که دستاوردهای خوب علمی و اکادمیک داشته باشه، پیپرهای خوب تهیه و نشر بکنه و همچنین بعد از انجام پژوهش‌ها و ختم تحصیلات بر مبنای ای ایده و همچنین با استفاده از فرصت‌های علمی و اکادمیک در دانشگاه مورد نظر چه بکنه؟ به عنوان یک متخصص در بازار کار دارای جایگاه مناسب و موفقانه باشد. این مسائل باعث میشه که طرف تشویق بکنه و در کل یک نیاز از دستیابی به اسکالرشیپ و حمایت مالی و بدون شک بازار آموزشی دنیا و دانشگاه پر از فرصت ها است. فقط نیاز است که انسان ها به جای از اینکه وقت خود را ضایع بکنن با یک امیدواری و با یک هدفمندی بسیار مشخص تمام سایت های احتمالی تمام دانشگاه را بررسی بکنن و به هر اسکالرشیپ و به هر فرصت اپلای بکنن، اقدام بکنن. وقتی که رد میشن یک بار دوباره من به این مفهوم نیست که خلاص شد تمام چیز. تداوم مصرانه برای دنبال کردن هدف، تاکید برای امو ذهنیت سازی و باورمند بودن به دنبال نمودن هدف و همچنین دستیافتن به هدف و مهمتر از همه امو اعتماد داشتن به نفس یا بلند بودن سطح اعتماد به نفس باعث میشه که انسان با وجودی که ممکن است گاهی رد شود و گاهی قبول نشه و پروپوزالش، در نهایت با کثرت گزینه‌هایی که در دنیا موجود است و با تلاش خستگی ناپذیر انسان به هدف خود برسه و بالاخره با هدف تحصیلی که ماستری یا دکترا است به گونه دقیق برسه و او را به پایان برسانه در پالوی از یک که کمک کنه به یک نیاز بین المللی، به یک دانشگاه که به یک قسمتی از امو اهداف کاریش برسه، خودش نیست ظرفیت خود، سطح تحصیل خود
و متوانایی های تخصصی خود بلند ببره و به عنوان یک شخص با ظرفیت در جامعه تمارز بکنه و مبدل شما با یکی از سرمایه های انسانی. دکتر عبدالقهار سرواری هستم. اگر فکر میکنین چنین مشوره ها و مفاهیم براتان مفید است، لطف نموده این چینل را در یوتیوب سابسکرایب بکنین. تشکر.